یکی از شب‌های آذر ماه 1252 ناصرالدین شاه و ملیجک لش کرده بودند رو سقف شمس العماره و داشتن شهر رو تماشا می‌کردن و سگ لرز می‌زدن و سیگار کامچرخ می‌کردن و تفت می‌دادن. ناصرالدین شاه یه پوک طولانی زد و دود و حبس کرد و گفت ملی. ملیجک جواب داد جون ملی، ناصر به هم میگه ملی یه جوری میشم. شاه دو سه تا دود حلقه‌ای و چند تا شکل بی‌تربیتی داد بیرون و گفت سگ بزنه به مملکتی که من بخوام شاهش باشم. همین دیالوگ مصنوعی آینه عبرتی روی شمس العماره سرآغاز ورود ایران به دوران مدرن شد. پادشاه که دچار افسردگی پسا پاییزی و پیش آزایمانی شده بود به پیشنهاد صدر اعظم لایقش میرزا حسین خان سپه سالار تصمیم گرفت برای مدرن کردن ایران به سفر اروپا بره و از اونجا الگوبرداری کنه. اون موقع اینطوری نبود که بری فرودگاه بزرگه و تو اتاق سیگارش استوری بذاری و چند تا کهندیارا بکنی و بپری بری. بابا شاه جونش در رفت تا برسه فرنگ. انقدر زیر ساخت‌های جاده‌ای و ترابری مناسب بودن فقط 4 هفته طول کشید تا از تهران برسه انزلی. یعنی تو گوگل مپ اگه میزدی تهران انزلی ممکن بود اپلیکیشن فوج ناموس بهت بده. توی انزلی هم سلطان یه اسکیمو و یخ در بهش زد و با کشتی راه افتاد به طرف آستاراخان روسیه. بعد با قطار رفت مسکو و از اونجا هم راست قضیه همایونی رو گرفت و رفت سمت اروپا. یه تیم 100 نفره از متخصصان و مهندسان و مفتخوران سلطان رو همراهی میکردن. توی این سفر از جمله سوگلی مخصوص شاه پلنگ السلطنه معروف به پلی که متخصص المتخصصان بود و ساز تخصصیش هم چنگ بود که در دستگاه شور سلطان میزد. البته تا سلطان رسید به مسکو و مناظر طبیعی 170 سانت به بالای اونجا و انبوه ماریاهای شاراپووا رو دید، سوگلی رو از ترکیب خط زد و دستور داد با قطار از همونجا برش گردونن ایران. توی اروپا پادشاه دید جلل خالق خیابونا با چراغ روشنه، کلی خط آهن دارن، مثل آدم دارن زندگی میکنن، تورم معقول دارن، شب نمیخوابن صبح پاشن یهو ببینن نون نایاب شده و پوشک بچه کمیاب. خیلی خوششون تصمیم گرفت قضیه اخذ تمدن و الگوبرداری برای ایران رو کنکل کنه و خودش به عنوان کارگر ماهر بمونه همونجا. هرچی میرزا حسین سپه سالار میخواست چاپخونه و روزنامه و سینما و کارخونه جاد نشون اعلیحضرت بده، ناصرالدین شاه سراغ در و داف فرانسوی و پیگال و مولان روژ و از صدر اعظم میگیره. دیگه آخرش هم توی رودرواسی و با هوش سرشار خودش قرارداد یه سرسره برقی رو با کارخانه زیمنس آلمان امضا کرد و به جاش امتیاز شیلات و دخانیات و تلگراف و لواشک رو داد به آلمانی ها. آخه خانوم های حرمسرا همیشه از زانو درد شکایت داشتن، چون باید کلی پله های سرسره ناصری رو میرفتن بالا و جانم فدای سلطان گویان سر می‌خوردن به سمت دستگاه سلطنت. و همین سرسره برقی دروازه‌ای شد برای ورود ایران به دوران مدرنیته و پیشرفت و فتح قله‌های صنعت، همون جور که دارید می‌بینید و احساس و مشاهده می‌کنید.